به نام خداوند جان و خرد. از هزارهای دور آموخته ایم که در ایران بزرگ و یا همان شهریاری آریایی نهال نوروز، این درخت کهنسال امروز کاشته و از همان دوران پاسداری و نگهداری از این بنای مهر و دوستی و نوزادگی به دست مردم بزرگ ایران سپرده شده است. همیهنان، فرارسیدن نوروز باستانی را به همراه شادی و تندرستی به شما فرزندان کوروش و فردوسی و نیز رضاخان بزرگ را شادباش میگوییم و برای همه ایرانیان سراسر گیتی روزگار خوش آرزومندیم. نوروز پیروز، پاینده ایران، جنبش نوزایی ایرانی. آریا صالحی، دالاس، تگزاس. درود بر شما. آرمین آدریان هستم و به نوبه خود پیشاپیش هفته همبستگی ایران شهری 1 تا 8 فروردین ماه رو به همه مردمان از تاجیکستان و خراسان بزرگ گرفته تا ایرانیان کرد زبان در کشورهای عراق، ترکیه و سوریه فرخنده باد میگم. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. با درود، من مهرداد راهبر، یکی از همبندان جنبش نوزایی ایرانی از کانادا، سال نو و نوروز رو به همه جهانیان، ایران شهریان و به ویژه هممیهنان ایرانی خود شاد باش میگم. یادمون باشه که در فراز نشیب تاریخ جهان فرهنگ های بیشماری بودند که به سبب چیرگی فرهنگ های دیگر از میان رفتند، ولی این نوروز است که پس از هزاران سال همچنان پابرجاست. ما نخست باید از نیاکان، اندیشمندان و هنرمندان بزرگ خود سپاسگزاری کنیم که این گنجینه بزرگ رو به دست ما دادند، و سپس از همه ایرانیان در سراسر جهان که در 38 سال گذشته با کنش ها، تلاش ها و کوشش های فرهنگی خود تونستن نوروز رو جهانی کنن سپاسگزاری کنم. من همیشه بر این باور بودم و هستم که نوروز یک جشن و سال نوی جهانی است، چرا که نوروز زادروز یک فرد نیست، بلکه زادروز همه ما مردمان جهان و جانداران گیتی است. پس نوروز بر همه مردمان جهان و جانداران گیتی خجسته باد. و این یاران ما در ایران امسال در کنار یکدیگر در پاسارگاد با شکوه هرچه بیشتر نوروز را جشن بگیرید. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز.
نگه کن باد فروردین که جان پرداز می آید. تو گویی موکب کوروش توی شیراز می آید. زمین می رخصد از نوروز، کوهستان خروشان است. بهار اشوگر را بین چو سر به ناز می آید. فلک خندان ملک شادان ز نوروز شهنشاهان، نگر بر خیل اهریمن که افسون ساز می آید. حسین شهرستانی هستم، یکی از هفت عضو شورای سرپرستی جنبش نوزایی ایرانی رنسانس ایرانی. با درودی به بلندای تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران، نوروز این درفش فرهنگ ایرانی رو که از دوران باستان همانند گوهری گرانسنگ و نشانه ای از فر و فرهنگ ایران برای من به یادگار مانده را به همه هممیهنان بسیار ارجمند و پشتیبانان جنبش نوزایی ایرانی رنسانس ایران و فرزندان فردوسی شادباش میگم و در هنگام نو شدن سال برای میلیون ها ایرانی آواره در سراسر گیتی با تمام وجودم از آفریدگار یکتا اهورمزدای پاک درخواست میکنم آخرین نوروزی باشد که فرزندان کوروش این پرچمدار آزادی و حقوق انسان ها علی‌رغم میل درونی خود در قربت و دیار بیگانه به سر ببرند. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز، شاد و پیروز و سربلند باشید.